بسم الله الرحمن الرحیم و به ذکر ولیه روحی و واه العالمین و مقدمه مقدم الفدا بحثی که امروز خدمتتون داریم یه مقدمه میخواد ما یه حسابی داریم که از اون حساب استفاده میکنیم بعضی وقتا اون استفاده خودمون رو با عددها اشتباه میگیریم سود اون عددیه که بتونم از کارتم بکشم بیرون و استفاده کنم سود من عددهای در حسابم نیست همه اونایی که در بورس بودن منظور منو میفهمن طرف میگفت که آقا من اینقدر ورشکسته شدم 500 میلیون بردی ولی چون تو اون سهم قفل شد اون سه میلیارد عددت که بود اونا عدد ریاضی سود نبود که چون تو حسابت قفل بود اصلا نمیتونستی بیرون بیاری خب و خیلی فرق میکنه اون فیات یا ارز رایج که هست بتونم از اون استفاده کنم یا نتونم استفاده بکنم این مهمه پس اینو یاد بگیریم که سود اونیه که بتونم واقعا ازش استفاده کنم الان چرا میگن سکه چنده چون سکه رو میخوان معادل کنن با پول رایج سکه چنده خونه چنده ماشین چنده در این چند ملاک اون حسابی, حسابی از منه که بتونم بیرون بکشم و بخرم و در اختیار خودم باشه این میشه اون بحث سود واقعی حالا در زندگی های ما هم همینه ما یک سری از سوادهایی داریم مثل سوادها مثل اون صفرهای در بورسه من از منشون سواد بورسی بلدم نمیتونم بلدم اثری نداره در من اون بلدی خوبه که اثرشو داشته باشه سواد بورسی به درد نمیخوره ما پریم از بچه هایی که سواد فروش دارند اصلا تحصیلات مرتبط با این دارند ولی نمیتونن ازش پول در بیارند و دنیای امروز یه دنیای صد درصد به سمت این آدمایی که بلدند ما باید اون بلد بودن اون استفاده کردن و ملاک خودمون قرار بدیم چقدر میتونم از این استفاده کنم ما اگر آدمایی که مهارت فروش بلدن و بگیم در کشور صد هزار نفر که خیلی کم گفتم و اگر از این صد هزار نفر آدمایی باشن که تقریبا میخوان زندگیشون رو گره بزنن به این دنیای فروش که بگم مثلا از این صد هزار نفر ده هزار نفر از این ده هزار نفر چند نفرشون واقعا تمام فونداسیون شخصیتیشون مهارتیشون داد میزنه که اینا بلد کارند شما معتبرترین برنده ها هم باشی مالکیت اونا رو داشته باشی مجبوری بیای سمت فروش حرفه ای چون دنبال سودی از اون برند من از اون برند دنبال سودم و دنیایی که ما داریم میریم به سمتش دنیای مهارت فروشه کسی بلد کار باشه که این بلد کار بودن مهمه همه اون آدم رو میخوان ولی این, آدمو این آدم رو میخوان این آدما کیا هستن؟ این آدم ها اونایی هستن که دانسته هاشون شده توانستن من به میزانی که میدانم میتوانم و مشکل دقیقا اینجاست بعد بعضی ها خب طبیعتا ناپریزی میکنن میندازن نمیدم کشور ما کشور ما نه یه آدمی که قدر فروش باشه اینو هر جای دنیا ویل کنی بلد زندگی کنه و همه جا هم مشتری خودشو داره چون بلد کاره من برای این ماجرا یه مثال بزنم ما میزهایی داریم پای گلدانی در این میزهای پای گلدانی اگر هشت نفرش کنی دیگه نمیتونی از این میز استفاده کنی این پای گلدانی ها نهایت چهار نفرش جواب میده هشت نفره جواب نمیده هرچی هم بذاری یا ربطی نداره ها یعنی مسئله مسئله این نیست که چی میذارم رو اون سطح اون سطح مهم نیست چیزی که مهمه اینه که این گنجایش بیست از چهار نفر منطقی نداره هشت نفر که نه در هشت نفر واقعا اینجوری غذا بخوریم میز کاملا میاد سمتت پای گلدانی خوبه برای چهار نفر بعضی از بزرگواران خوبن فقط برای فروش داخلی اینا نهایت دیگه چهار تا فروش داخلی زدن دیگه ماکسیموم ایناست خب چیکار باید بکنیم باید این میز بشود چهار پایه وقتی چهار پایه شد شما 20 نفره بچین سی نفره بچین اصلا مانعی نداره همه چیز در جای خودش هست به شرط اینکه این پایه گلدانی رو ول کن این میز چهار تا پایه داشته باشه شما هر چیزی بذاری رو این سطح نگر میداره این مهمه حالا این چهار تا پایه چیه اینو با هم بحث میکنیم این چهار پایه باشه این چهار پایه باعث میشه که فروش کم من تبدیل به فروش زیاد میشه اعتماد کمی که به من هست اون اعتماد زیاد میشه اعتبار کم من در اون محیط پیرامونی سنف خودم بیشتر میشه همه بر میگرده به این چارپایه حالا این چهار پایه پایه هاش چیه اینا رو با هم بحث میکنیم اولیش اینی که کسی که واقعا میخواد یک آدم قدر و حرفه ای باشه نباید تردید داشته باشه تردید همون مردده او از اون تردده میاد هی برو بیا هی برو بیا تو کی میخوای به مقصد برسی تردید سرطان موفقیته در هر سنفی هم همینه ها شما با بهترین دانش ها با بهترین سرمایه ها آدماتو بیار میبینی که این آدما دقیقا در بخش خودشون ناموفقن چون تردید دارن این تردید نمیتونه آدم ها رو به اون موفقیت برسونه تردید ضد یقینه و یقین روح رشته تردید ضد یقینه و یقین روح رشته من باید به کاری که می کنم, به محصولی که دارم باید یقین صد درصدی داشته باشم برای این یقین هم چیزی که مهمه چند تا بحث که دو تا بحث میشه تقریبا فسشاج ماجرا یکی اینه که حتما با هم تیمی هامون بچرخیم کسی اگر دنبال اینه به یقین برسه در صنعت خودش باید محیط خودش و دوستای خودش و از کیا قرار بده از همتیمیای خودش از همسنف خودش من نمیتونم به عنوان یه والیبالیست دوستای فوتبالیست انتخاب کنم و در والیبال واقعا صدم و بذارم من اگر اومدم جایی که به شکل جدی صدم و بذارم اولین پای اینه که محیط من باید تقویت کننده ی هدف من باشه. ولی محیط من تقویت کننده ی هدف من نشه، اینها همش تو جمع دوستا هستم اینا میشن سرعتگیر تو جمع مهمانی هستم اینا میشن سیاه چاله، در جمع همکارا وای میشم، اینا میشن بدتر، من باید بتونم این هم تیمی های خودم رو داشته باشم و مخصوصا علقه سازمانی هم مهمه، چون ببینید همین جوری که داریم زندگی می کنیم تو همین زندگی ها اصلا مخالفت طبیعت ماجراست ما دیگه با این طبیعی ها به شکل حد اکثری داریم مبارزه می کنیم بیشترش نکنیم دفعه قبل چی گفتم؟ گفتم که خدا هم بخواد توییت بزنه واقعا چند تا دیسلاک می خوره همه هم که این توییت مال خداست ولی بعضی ها عمدن میان اون دیسلاک رو می زارند. اصلا مردم به اصلا سیاه و سفید به شهران بهرام نگاه نمی بعضیا بعضی اصلا زندگیشون هویتشون در مخالفته پس این اولین پایه و مهمترین پایه که تردید بود گفتم مهمه اینه که به شکل جدی کاملا سعی کنم تردید و بذارم کنار و در این تردید که بخوام به یقین برسم هم تیمی های من باید محیط منو بگیرن دوستای صمیمی باید مثل من باشن هم هدف من باشن و الگه من به اون سازمان هم بیشتر بشه این میتونه واقعا این تردید رو از بین ببره این میشه پایه اول از اون چهار پایه حالا میریم پایه دوم دومین پایه احساس گناهه وقتی در کار خودت احساس گناه داری این از درون تو رو نابود میکنه آقا من اینی که دارم براش میفروشم این میتونه با فلان قیمت تهیه کنه بله که میتونه ولی نمیتونه چون ارتباط با تأمین و جنابالی داری چون اعتمادی که اون سازمان به جنابالی داره به اون نداره چون این فضای ارتباطی و تأمین کننده رو جنابالی به دست آوردی این اصلا امکان نداره یعنی این که بیایم بگیم که نه چرا چون همه اینها رو بشیم فاکتور کن همه اینا پوله فکر کردی اعتبار جنابالی ارتباطات جنابالی اینا واقعا ارزش نداره اینا قطعا ارزش داره ولی اگر حس گناه باشه یه حسی که من دارم اینا رو تلکه می و امثال اینا جواب نمیده آقا من دارم ارزش افسوده در زندگی اون ایجاد می این چه حرفیه من واقعا دارم براش سود می اینو از این باکس ذهنمون بذاریم کنار اصلا چنین بحثی نداریم من اگر به این یقین برسم که بله من با این اتفاق درسته مثلا من از فلان لوکیشن میارم تامینم فلان لوکیشن اولا نمیت اولا نه میدونست نه میتونست این منم که هم میدونم هم میتونم پس اینا میشه ارزش ریالی این فرق میکنه با اون گران هایی که هستا با اونها من بحثی ندارم ولی کلا سعی کنیم از این فضا بیایم بیرون و یقین کنیم که من دارم براش تولید سود میکنم تولید ارزش میکنم اصلا هم هیچ حسه گناهی نیست این میشه دومین پایه مون دو پایه دیگه پایه تردید پایه حس گناه سومین سو پای هویت هویت یعنی چی یعنی من سردرگمی در, در نقش نداشته باشم خیلی بخوام زود این بحثو بگم با یه مثال خوب نقش اولهای هر, کار هر کارگردان باید ممهذ بشن در اونجا نمیتونی هم با این کارگردان ببندی یه نقش اصلی بگیری همزمان بری با یه کارگردان دیگه ببندی اونم نقش اصلی بگیری کارگردان دوم قبول نمیکنه میگه تمام زندگی تو بادین این چند وقت بذاری چرا چون میخوام غرق در نقش من بشی غرق در نقش من نشی نمیتونی در بیاری اون نقشو الان ما اومدیم دنبال کارگردان تجارت خب آقا کارگردان تجارت میگه با تمام صد تو بذاری نمیتونی همزمان یه جای دیگه بشی و اصطلاحا غرقگیه که قبلا در موردش بحث کردیم من باید تماما غرقگی در اون شغلم رو داشته باشم نباشه واقعا جواب نمیده اصلا جواب نمیده من نمیتونم همزمان نقش اول چند جا رو داشته باشم چون نقش اول یعنی باد غرق بشی و برای اینکه غرق بشی تا یه مدت فقط و فقط و فقط باید متمرکز بشیم در اون شغلمون کر و کور و لال بشیم نسبت به هر چیزی که ما رو از این نقش اول میخواد دور کنه این میشه سومین پایه تردید حس گناه هویت چهار رومین پایه میشه پشت کار اگر واقعا میخوای این حس حقارتی که نه آقا من مال این حرفا نیستم من کجا بزرگ شدن در این صنعت کجا بزرگ شدن در این بازار کجا من کجا این که اینجوری آقا همه اینها واقعا با پشتکار از بین میره نمونهش یه نفر از دورترین روستاها این چجور با پشتکارش میاد میشه جراح فوق تخصص؟ اصلا نسبتی بین لوکیشنی که اون متولد شده و بزرگ شده و الان جراح به نام جهانیه هست نیست جز پشتکارش. شما غیر از پشتکار هیچ زیرنویس دیگه نمیتونی بزنی برای این. این پشتکار داشت و دقیقا با این پشتکار اون بچه روستایی که هم سن و سالاش اصلا رشد نکردن پنجم ابتدایی بیشتر نخوندن فضاشون فضای تربیتی مناسب نبود همه 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 همه, همه رو بذار کنار این نفر با پشتکار نخواستن این حرف های زرد انگیزشی واقعا جامعه رو فلج میکنه پشتکار یعنی سر رو پایین و تا اون وقت هیچ چیزی من نمیشنوم این پشت کار مهمه رو کجا داریم مثالش رو در همین نظام آموزشی داریم آقا دوازده سال عمرمونو اعتماد میکنیم به سیستم که تازه دیپلم بگیریم که تازه بعد از اون غول کنکوره تازه بعد از اون میخواد دانشگاه ورود پیدا کنم تازه بعد از اون میخوام بشه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا خب بعدش سوال مهم درآمدم کجاست خب میخوام چه جوری زندگی کنم که معمولا یک خوره روحی یک سری از جوانای همین مملکته من میگم ما دوازده سال اصلا تا دیپلمو اینا هم اگه برای دانش نبود برای آینده ای نبود که رشد کنیم آره آقا بیا برای همین داستان تجاری خودت هم مثل مرد همون دوازده سالو ببند میدونیم آقا جدول مندلیوف به چه درد ما میخوره مثلا این انتگرال به چه درد ما میخوره همه رو میدونیم همه رو میگیم می ولی تهش میگیم نه ما به سازمان و سیستم اعتماد داریم ولش کن با همه نقدها بچه هامون باید بخونند چون به سازمان اعتماد دارم اینجا دقیقا این اتفاق باید در بحث درآمد بیفته فقط و فقط با این پشتکار این پشت کار وقتی میگم فقط و فقط منظورم در این که سرمون بندازم پایین نیست من مخصوصا نسبت به این موضوع تأکید میکنم من باید مهارت نشنیدن داشته باشم هر کی از راه رسیده گفته که مهارت نگفتن باشه من بلد شدم نبگم ولی برای کسی که تازه وارد این سمف شده میخواد در این سمف واقعا صدشو بذاره بشه یه تاجر برند این نفر باید یاد بگیره نه بشنود و خالی نشود چون خالی شدن اینو از پادر میاره چون چهار تا نشنید دیگه تموم شد رفت من باید یاد بگیرم که آقا وقتی از این مشتری از من فاکتور خواست فاکتور کردم سمپل خواست سمپل همه چی درست باز گفت نه برمیگردم دقیقا باگ سیستم خودم رو پیدا میکنم که اون گفت نه باگ سیستم من چی بود باگ سیستم دارم باگ سیستم خودم رو میبندم درست میکنم اگر ندارم به شکل واقعی اون نفر نامشتری بود اتفاقی نیفتاده که شما اصلا در بازار برید یک سری از این فروشنده های حرفی. کلی برات لباس میچینه براحتی میگی نخواستم واقعا با یه عشقی میگه قدم رنج فرمودید خیلی ممنونم چرا ناراحت نمیشه؟ چون ایه نه این ده دست لباس و همینجوری منو مسخره کرد بابا ول کن این بخشی از کار منه که این نهارو رو بشنوم این یه بخش ماجرا اینجا پشت کار میخواییم یه پشت کار دیگه اینه که واقعا گرید خودمون رو خودمون مشخص کنیم یه مثالیه میگن گربه اگر بخواد شیر بشه نباید دیگه موش بخوره موش خوردن رو بذاره کنار الان در این ماجرا بعضی ها ذاتن ارزان فروشند حالا این همسن و سال های ما این تا هزار از این سه تا هزاری سه تا هزاری میرفتی تا بر می داشتی هزار تومن میدادی خب که سه تا صدی هم دیده بودیم ما بعضی ها ذاتشون ارزان فروشه اصلا اینا نمیتونن بزرگ بشند شما بیا به این آقای ستاسدی که کلا کاراکترش اینه بگو بیا طلا بفروش اگر تونست بفروشه چون همه چی در ذهن این ارزونه الان بهش بگو که من الان یه تاجر بین المللی میارم قرار مثلا این هزار تن کالا جمع جور بشه میگه حالا بی زحمت یه سه تومن کارت بکش سه میلیون تومن برای این همه بحثای مالی و صادراتی سه میلیون کارت بکشه اصلا تو فکر نمی کنی اون چی میخواد فکر کنه آدمی که در ذات خودش و درون خودش ارزان فروشه آدمی که سقف 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 خودش رو بسته به این که از این دو تومن از این سه تومن حالا یه سمپل رفتیم دیگه حالا یه تجارت اینجوری هم رفتیم دیگه چی میخوایم آدمی موفقه که با پشتکارش خودش رو ببنده که من مال این جنس از بحثا نیستم من به شکل جدی باید رشد کنم این دوتا پشت کار میخواد که ذاتن آدم ارزان فروشی نباشم این آدم گرونیه یعنی همه میدونن برید با این تجارت کنید ارزان فروشی هم نمیکنه ولی کارش بیسته همه همه هم اینو میگند و این که به شکل جدی نهارو رو بشنوم و خالی هم نکنم چه اتفاقی افتاد نه صد نفر به من گفتن نه اصلا دیویس نفر به من گفتن نه مثل کوه هم بایستادم چه اتفاقی افتاد بر از زبده های بازار بپرس که اصلا عدد شیشف رقمی دارن از نهایی که شنیدن خالی کردن وایستادن اینا کل بحث که مثالش زدن با این پزشکای موفق ما باید دنبال سواد عملی باشیم سوادها تو نتونی به مهارت به شدن تبدیل کنی اینها حکایت اون چی داشت اون صفرهای حسابم داشت که سود نبود اینا اعداد ریاضی بود اسمسشو رو دارم آن که اینقدر صفر مثلا میرفتی کارگزاری فلان پورتفوت باز میکردی اینقدر آقا اینقدر عدد ریاضیه اینکه نیومد حساب من اینکه در اون به اصطلاح سهام قف شده بود اینها رو رها کنیم این بحث رو بیایم به شکل واقعی ببینیم سود اون چیزی که بردارم استفاده کنم که گفتم سکه چند وقتی میگن یعنی قرار اون پولی که من بتونم واقعا کارت بکشم موجودی خودم باشه بتونم از بیرون بکشم در معلومات هم همینه اونقدر آدم ها میرن دنبال رشته کسب و کار فلان فلان چرا از اینا بازاری درست حسابی در نمیاد؟ چرا از اونایی که دنبال اقتصاد میرن با همه احترام همشون میشن اون بازاری که واقعا بلدن بازار رو چجوری بتره کنن؟ نمیگم نمیشن، کم میشن دانش خوبه، دانشی که تبدیل به مهارت، تجربه و روش بشه دنبال دانش اندوزی صرف باشیم بعد یه مدت خالی میکنیم چهار پایه رو مثال زدیم که این چهار تا پایه باشه مهم نیست بقیهش به هیچ چی دیگه فکر نکن این چهار پایه سر جاشه ولی میزهای گلدانی نه نمیتونی هشت نفره بچینی و تمام این چهار پایه رو یک به یک براتون مثال زدیم و افتخار اینو داریم که هم دانش رو به شکل کاملا کف بازاری داریم به شما میگیم هم در روش هاش تو این میتینگ ها تو این بحث داریم به شکل کاربردی با هم کار میکنیم هم یادداشتاتون هم 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 های دیگه که بتونیم این دانش و این روش رو با هم مچ کنیم که اینها تبدیل به سود بشه این چهار بخشی که این چهار پایه‌ای که گفتم اینا رو به شکل واقعی در زندگیمون بازخانه کنیم نمره بدیم و نسبت به اینها خیلی جدی باشیم همتون رو به خدا میسپارم